در جریان 7 هفته گذشته ریشی سوناک 3مین فرد است که به کرسی صدارت بریتانیا می رسد. سوناک که از پدر و مادر هندی به دنیا آمده است و نخستین صدر اعظم غیر سفید پوست بریتانیا می باشد، در یک برهه بسیار حساس توأم با مشکلات اقتصادی و سیاسی زمام امور را در دست می گیرد. بریتانیا یک کشور عظیم است، ولی هیچ شک وجود ندارد که با آزمون بزرگ اقتصادی روبرو هستیم. حالا ما نیازمند ثبات و یک پارچگی هستیم. ریشی سوناک روز دوشنبه توانست که با کسب حمایت 100 قانونگذار محافظه‌کار رهبر این حزب برگزیده شود. ریشی سوناک پس از آن به قدرت می رسد که لیز تراس روز پنجشنبه گذشته، درست 45 روز پس از احراز کرسی صدارت بریتانیا و در پی اختلافات درونی حزب محافظه‌کار، اعلام کرد که از این سمت استعفا می کند. خانم تراس روز سه‌شنبه در سخنرانی ودایه خود چنین گفت: از زمان کارم با عنوان صدر اعظم نسبت به هر زمان دیگر، من بیشتر متقاعد شدم که ما ضرورت داریم تا جدی باشیم و با آزمون‌هایی که مواجه هستیم مقابله کنیم. ریشی سوناک که 42 سال عمر دارد، نخستین صدر اعظم بریتانیا است که تبارش از جنوب آسیا منشأ می‌گیرد و نخستین صدر اعظم هندو و جوانترین صدر اعظم بریتانیا در 200 سال اخیر می‌باشد. و فکر من چیز قابل ملاحظه در مورد ریشی سوناک با عنوان صدراعظم این است که او یک شخص غیر سفید پوست، متولد بریتانیا، ولی والدینش از افریقا مهاجرت کرده و خودش یک هندوست. فکر می کنم این موضوع در داخل بریتانیا در بحث ها پیرامون پیش شدن او به حیث یک کاندید و انتخاب شدنش به حیث صدراعظم به ندرت مطرح شده است. ریشی سوناک علاوه بر سر و سامان بخشیدن به وضعیت آشفته اقتصادی بریتانیا، باید حزب منقسم و روحیه باخته محافظه‌کار را نیز متحد کند. بحران درونی حزب محافظه‌کاران سبب شده است که حتی شمار از سیاستمداران آن کشور خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شوند. بر اساس نظام پارلمانی بریتانیا، باید انتخابات بعدی آن کشور در اواخر سال 2024 برگزار شود. با این حال، حکومت این صلاحیت را دارد که انتخابات را قبل از میعاد آن برگزار کند، ولی بسیاری احتمال آن را بعید می دانند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.